شما را بیافتید، پیغام میفرستم آبچن آدم برسه به شما. نه، بلش کن، پشیمون شدم، میترسم معلول کنه حالمون رو، عیشمون خراب میشه، بلش کن. هفتر شما هم کنید آبچن آرام، باید بریم اونجا. از کجا معلوم؟ اینه بیشترشون شکارچی هستن، نه توفنگی. به توفنگای سرپورشو نگاه کن. خانم بزرگم کردن همراه خان برم. برو بریم شکار با برو. چرا نزدی؟ چرا نزدی؟ وقت شکار کرد، صدای تیر ما تون همه صدا گم میشه. بریم. کبک در این شکارگاه فراوان بود. قبل از شکار عده‌ای در بلندی‌ها تیر می‌انداختند و کبک‌ها را به سمت ته دره هدایت می‌کردند که خان دست خالی از شکار برنگردد. شده نم کشیده زیر خاک.
وقتی زدم باید سریع فرار کنیم برسیم به اون صخره. یادت باشی اونا سواران و ما پیاده. میدونم سخته. من یه شب پناه ببریم به این اشکفت یا یه جای دیگه. اگه اتفاقی برای خان بیفته تفنگچش تمام اینجا رو زیر و رو میکنن. بهتر هرچه زودتر از اینجا دور شیم. درست. اگه تو همراه نبودی دغدغه نداشتم. من سیفور کدوم گوری میری تو؟ زندگی به دست خود هست. اگه این تیرم عمل نکرد یعنی معلوم میشه عمر خان به دنیا است. هنوز اجلش نرسیده.
یا صاحب صبر، تا ببرن کوتاهی نکردم خانم، باور کنید. کی بود؟ هر که بود از پشت زد و فرار کرد. باز تردست بود خیلی، با تیر زدم اونو خانم. مطمئنم به کمینگاه که رسیدم خون ریخته بود، ولی هر کار کردیم نرسیدیم. فرار کرد سمت ییلان. حسابتو میرسم. همگی بیرون به جز اهل و عیال. همه برین توی حیات، اینم ببرین. ایوب بره خانم، مثل باد خودتو میرسونی به شیراز، حتی اگه دوتا اسب سقط بشه. به برادرم بگو تلگرام بزنه به پایدار خان و نامدار خان، اگر آب دستشونه بذارن زمین بیان به قلعه دور. چشم خانم. اما تاریک شد، از بد برگرده. حواسته دیگم کن که لو نری، ببر به هون سرخو بلکن. برو. کمک نمیخوای شما؟ من خوبم، منتظرم. هنوز صبح نشده؟ همه خبر دارن که تیر زدن به خان، که خان کشته شده. کجا نفس غیرت ما؟ خان ولی نعمت ماست، حق داره به گردن ما همه. پیش آمده که خانی کشته شده و آشوب و هرج و مرج یه ایل را نابود کرده. شوکت خان دل پاری داره از ما. اگر بشنوه که فتح‌الله خانی در کار نیست، ممکنه جنگ راه بندازه به بهانه هرچه که از دست داده قبلا. فراموش نکنید پس، هیچ اتفاقی نیفتاده، هیچ خبری نباید درس کنه بیرون. اولین کاری که باید بکنیم پیدا کردن قاتله. سابقه نداشته تو منطقه ما خان کشی. باید خیلی زود پیدا بشه این قاتل. باید چنان تنبیه بشه
که کسی حتی جرأت نکنه فکر کنه به خانکشی. همه با هم کمک میکنیم تا پیدا بشه این قاتل نابکار. آه میرا خور، حرفی داری؟ راستش خانم، امروز یکی از اسبای خانو دزدیده بودن. رازان رو تحویلش داد. رازان؟ از اهالی طایفه سرخوه. همگی برگردید سر کارتون، طوری که انگار هیچ اتفاقی نیفتاده. برگردید. دورا. بله خانم. بله. باید به موقع برسی به این اتفاق. معلوم بشه چه کسی جرأت کرده اسب بدزده از آخر خان. چرا این اسب باید تو بهون سرخو پیدا بشه؟ تنبیه میکنم کسی رو که کوتاهی کرده این وسط. حتما خبر دارید از شرط بهادر. بله. منظور؟ منظورم اینه که سرخو هم آدمه، وسوسه میشه. سرخو؟ امکان نداره. 10 سوار بفرست سرسیر، سرخو رو کت بسته بیارن اینجا. تفنگچی هم همه برگرد. باهات کار دارن. ایوب بیا. همین الان برو برش سرخو بیار اینجا. کی میره شیراز؟ به تو رفتی نداره. خودم میفرستم کسی. پرنده پر نمیزنه. تا نمیرن اینا خان دستور برگشت ما رو نمیده. Thank you.
پوشم قدک را به ناز و بهادر. چی شد سیف ها؟ تو اومد به جمعه زدنش. خان کی؟ خانو زد. فهمیدم کاری کی بود؟ نه خدا رو شکر. برو دنبال فیروز. برو توفنگ بهادر. بهادر چی شد؟ سیفون نبود، خانم ساخر بود. آقا پیروز زخمش کاریه، دعا کن بی بی. آروم باش، همه چی رو برای، هیچ کس خبر نداره. بهادر کجا رفت؟ چه کرد؟ باز کنید. ایوب از طرف خان اومدم. کلامت چی شده؟ چیه؟ چی شده؟ خبرهای شده گویم. چه خبر شده؟ باید بیه ببینی. بریم سلف. یاده میشیم شما لو رفته بهادر. اینا هم جمع شدن برای انتقام. فکر نمی کنم فهمیده باشن. ببینیم چه خبره. پسر جان اینجا چه خبره؟ پدر جان با شما کاری نیست، برین از اینجا. شکر خدا خطری برای ما نیست. بریم بریم. دنبال من. چه خبره اینجا؟ چه خبره؟ چه خبره ایوب؟ توپنچی ها آماده تیر؟ میگم اینجا چه خبره؟ معلوم هست چه غلطی داری میکنی؟ بگیری تفنگش. ببندی دستش. گفتم ببندی دستش. برگرد، باید برای این کار جواب پس بدی. به دستور خان برگرد. برگرد
بندازینش رو اسب. نباید بدونم چرا؟ گفتم بندازینش رو اسبش. بریم. همین الان جلسه میذاریم با هون بهادر، خلاص میشیم اگه خدا بخواد. بدون سرخو چکار کنیم؟ من که بدون سرخو اینجا نمیمونم. نمیشه اینجا رو خالی کنیم. اگه میخواستم ما اینجا بمونیم یکی جا سرخو میفرستادن، مثلا ایوب. بریم قلعه دور ببینیم چه خبر شده. یعنی همه بریم؟ دو نفر بمونن تا تکلیف روشن شه. من که نمیمونم. شو نره ما رو. یعنی خان نمیگیره سراغ اینجا رو. بریم تو. اونطور که من حساب کتاب کردم الان فقط دو نفر تفنگچی مونده تو برج. شنیدید؟ دو نفر. این دو نفر رو بدون صدمه میگیریمشون. تو برجم تفنگ داریم اگه نبرده باشن. بعدش میریم گرمسیر. کلامت، اگه گفتن چرا اومدین گرمسیر چی بگیم؟ میگیم دیدیم برج خالی شده، فکر کردیم خان ما رو بخشیده. یادتون باشه ما هیچ نمیدونیم چه بلایی سر خان اومده. با اون دو نفر چی کار کنیم؟ بهادر میگه صبح علت طلوع شروع میکنی. انشاءالله. یا علی. خوبه خوبه. خیلی خوبه. آش میفرستم براتون. برای چی؟ نصب کردیم برای نجات از اینجا. گلرخ بگیر اونجا. نه پایین نمیان، ببردم برج. بگیرم. برو بگیر. باشه. تفنگت
مواظب باش، اسلحه پره. سپر پایین. یالا یالا، مگه نون نخوردی؟ یالا باشه همینجا ببرنش بیرون، برگرد اون بر، برو. ببندید اساس و بیایید کنار اوجا. بجون بجون، میمونن اینجا به شرط بقای عمر، بمونن اینجا بهار میاییم دنبالشون. برو تو. مواظب باشید، مواظب باشید. یا علی مراقب باشید، نگران نباش مادر. خوبه؟ یا علی، برو بابا اینجا مواظب باشید. آقا پیروز برو، بیا سیفور، بیا این بر، آروم. سیفور. بله. کرامت کجاست؟ جل احمد اومدم. بله من اینجام، کت خدا. چه خبر؟ همه چی رو به راست، نگران نباش. بابا رو خودم میبرم. تیماردار بهتر از این پیدا نمی کنی بهادر. دیگه تو این دنیا یه پدر دارم و بس، همه بندگان خدا فقط یه پدر دارم.
این سرخو از اون نوکرای فرصت طلب و جاهل و مغرور و خودسره. اونا فکر میکنن سرخو تیر انداخته بخوان. هیچ کس نباید بفهمه ما از سرزیر فرار کردیم.